الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله علي ولي الله. يعني فرمایید که شما به عنوان مقلدین عبد شیخ التکفیر نزدیکتر هستید به امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام؟ قطعاً همونها که به نظر شما وهابی هستند، اخلاص اونها، محبت اونها و احترام و ارج اونها به آل بیت به مراتب از شما که ادعا میکنید به آل بیت بیشتر است. و نتیجهش این میشه که اهل سنت و جماعت پیروان واقعی امام جعفر صادق رحمه الله هستند و افرادی به نام شیعه، کسانی که ما اونها را رافضی و صفوی مینامیم، نه شیعه واقعی حسینی و شیعه واقعی آل بیت، اینها که همان اهل سنت واقعی هستند. بیشک راه و روش علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه راه و روش پیامبر بوده، راه و روش قرآن و سنت بوده و ما پیروان راستین علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هستیم و کسانی که امروز به دروغ میگویند ما پیروان علی هستیم دروغ میگن به نام شیعه علی. اینا به دروغ مدعی هستن که ما پیروی از اهل بیت میکنیم و اهل بیت رو دوست داریم و حضرت حسن امام است و امام دوم است، زیرا ما پیروان علی مرتضی هستیم که شما لقب مرتضی را بر خود انتخاب کردیم، به فرامین حضرت عشق می‌ورزیم، یعنی عملش می‌کنیم نه فقط شعار می‌دیم. خب حضرت علی هم پس مثل بز فرار کرد دیگه، اگر اینطور باشه حضرت رسول خب چیکار کنیم؟ ابوبکر در عهد مکه فضائی داشت که نه علی بابای علی هم نداشت. ابن تیمیه حرانی علیه من الله ما یستحق در کتاب منهاج السنه جلد هفتم ایشون با افتخار داره میگه فلیس فی الائمه الاربعه ولا غیرهم من ائمه الفقها، در میان ائمه چهارگانه اهل سنت و دیگر ائمه فقهای ما یک نفر نیست در فقهش سراغ علی رفته باشند. هیچ کدام نبودند که به مراجعه بکنند در فقهشون. مالک فان علم و اهل المدینه و اهل المدینه لا یکادون یاخذون به قول علی. مالک تابع اهل مدینه بود و اهل مدینه اصلا به هر دلیل کار نداشتند، بلکه از فقهای سبعه میگرفتند. شافعی از مکی ها یاد گرفت، اصحاب ابن جریج مثل سعید ابن سالم قداح، مسلم ابن خالد زنجی و دیگران. شافعی از مالک گرفته، ابو حنیفه که اصلا به اینا کار روایت زن کار نداشت، امام احمد که بر مذهب اهل حدیث بود، پس هیچ کدومشون از حضرت علی علیه السلام نگرفتن علمشون رو. تمام اینها میاره برای شما عرض کنم، ابن جریج و دیگران، اینها همشون به قول ابوبکر و عمر فتوا میدادن، لا به قول علی و کان ینکر علی علی یا ینکر علی علی اشیاء، خیلی با وقاحت میگه اینها به سخنان روایت علی فتوا نمیدادن، بلکه سخنان علی را هم انکار میکردن، حرفهای علی میزد که مورد انکار صحابه بوده، انکار ائمه بوده. خب این دیگه والا ما نمیدانیم برای شما عرض کنم چکار کنیم. و جالب این هست که در خود صحیح بخاری خیلی دردآور این عبارت، عزیزان دقت کنن، من که این عبارت میگم قلبم به درد میاد. صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی، حدیث 3707 از ابن سیرین، از علما و بزرگان اهل سنت، بعد از روایت میگه فکان ابن سیرین یرا ان عامه ما یروا عن علی الکذب، عموم آنچی که از علی نقل میشود همه اینها دروغه. حالا چیه نمیدن؟ لا لا خیلی شما ببینید تاریخ دمشق هست، جلد 42، این تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371، پیغمبر اکرم بعد از آن که آیه شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک خیر البریه گفت والذی نفسی بیده، اشاره کرد به علی بن ابی طالب، فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، این علی و شیعیانش لهم الفائزون یوم القیامه. کتاب مناقب ابن مردوی متوفای 410، باز در ذیل همین 73 فرقه. خب خیلی واضح پیغمبر که میگه 73 فرقه هستن یک فرقه اهل نجاتن، خود پیغمبر نشان داده، معین کرده فرقه ناجیه یا نکرده، اگر نکرده نستجیر بالله پیغمبر چیه اقرار جهل کرده. از علی از این کتاب شیعه هم نیست، کتاب سنیه، میگه امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه در آتشن، یک فرقه در نجات هستن. بعد حضرت فرمود و من خلقنا امت یهدون بالحق و بهی یعدلون و هم انا و شیعتی، اون فرقه ناجیه امیر المؤمنین من و شیعه من هست. اینم که از کتاب اهل سنت، کتاب شیعه نیست. امالی شیخ مفید رضوان الله صفحه 212،
ابو عقیل میگه من پیش امیرالمؤمنین بودم، صحبت شد، فرمود این امت من به 73 فرقه تقسیم میشوند، قسم به خدایی که جان من علی در دست اوست، ان الفرقه کلها ضالتون الا من تبعنی و کان من شیعتی، تمام این 73 فرقه در ضلالتن مگر اون فرقه ای که از من علی تبعیت کند و از شیعه من علی باشد.